سر خط خبرها. فرمان حرکت قطار را صادر می کنم علی برکت الله. گشایش اولین خط آهن میان ایران و افغانستان. روحانی و غنی مسیر ناتمام خافرات را افتتاح کردند. جشن پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ. رئیس جمهوری ترکیه برای تاکید بر اتحاد دو کشور به باکو رفت. مراکز درمانی آمریکا در انتظار تایید نهایی واکسن فایزر. آمار روزانه قربانیان از 3000 نفر گذشت. و نگاهی به وضع زندگی در شهر ووهان چین یک سال بعد از تشخیص اولین مورد ابتلا به کرونا در جهان. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. حسن روحانی و محمد اشرف غنی رؤسای جمهوری ایران و افغانستان امروز خط آهن میان دو کشور را افتتاح کردند. طول این خط آهن بین شهر خاف ایران تا هرات در افغانستان 225 کیلومتر است. 140 کیلومتر این خط ساخته شده و قرار است دولت افغانستان بقیه پروژه بین منطقه مرزی روزنک تا شهر هرات را تکمیل کند. این خط سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالای تجاری و 1 میلیون مسافر دارد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. فرمان حرکت قطار را صادر می‌کنم علی برکت الله. یک اتفاق تاریخی بین دو همسایه، رویداد خوش برای اقتصاد افغانستان و ایران. پس از 13 سال امروز بهره برداری از خط آهن خاف هرات رسما آغاز شد. هدایت می دهم تا خط نوار جهت افتتاح و بهره برداری پروژه خط آهن خاف هرات را رسما آغاز نمایم. خط آهنی به طول 225 کیلومتر، 76 کیلومتر در داخل ایران و 149 کیلومتر دیگر در داخل افغانستان. رؤسای جمهور دو همسایه که از طریق ویدیو کانفرانس صحبت می‌کردند، این رویداد را فراتر از یک موضوع اقتصادی می‌دانند. ثبات منطقه، امنیت منطقه و توسعه منطقه در سایه ثبات و امنیت و توسعه هر دو کشور است. توسعه افغانستان توسعه ماست، امنیت شما امنیت ماست و ثبات در کشور شما ثبات ایران و ثبات همه منطقه ماست. روز تاریخی است، همه ما از اراده به اساس اراده مشترک به منافع مشترک ثبات و هماهنگی انشالله و تعالی خواهد رسیدیم. این پروژه تاریخی، افتتاح پروژه تاریخی و حیاتی را به هر دو ملت و به زعامت هر دو ملت تبریک میگویم. دو طرف میگویند این خط آهن هم به تجارت دو جانبه کمک میکند، هم افغانستان را از طریق ایران و شبکه راه آهن بین المللی وصل میکند. مسیری ترانزیتی میان شرق آسیا و غرب آسیا تا اروپا. گفته شده خط آهن خاف هرات ظرفیت سالانه انتقال 6 میلیون تن کالاهای تجاری و همچنین 1 میلیون مسافر را دارد. در افغانستان این خط آهن به سمت شمال هرات و بعد از آن به سمت شهر مزار شریف کشیده می شود تا به سایر کشورهای منطقه نیز توسعه یابد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. از احمد علوی تحلیلگر اقتصادی درباره اهمیت اقتصادی این خط آهن برای دو کشور پرسیدم.
میدانیم که ایران در تحت فشارهای بین المللی بسیار منزوی شده در عرصه جهانی و تجارت جهانی ایران تبدیل شده به تجارت منطقه‌ای و حتی به زبان دیگر تجارت همسایگی. و از اونجایی که به عقیده بسیاری از صاحب نظران ظرفیت اقتصادی افغانستان برای صادرات برای واردات کالا از ایران به طور کامل استفاده نشده، حاکمیت ایران انتظار داره که بتونه صادراتش به این کشور اضافه بکنه، بیافزاید بر این صادرات و البته از مزیت‌های مرزی استفاده بکنه. بیاد بیاریم که ایران هنوز در تحت برحال محاصره اقتصادی است، تحریم‌های اقتصادی است و برای عبور از این تحریم‌ها میباید سرمایه گذاری کنه به رابطه تجاری با همسایگان و بخصوص در این زمینه با افغانستان. و انتظار میره که تجارت ایران و افغانستان، صادرات از ایران به افغانستان حتی تا دو برابر افزایش پیدا کنه و این البته مزیت بزرگی برای ایران خواهد بود. البته بیاد بیاریم که این پروژه مانند هر پروژه دیگه علاوه بر مزیت‌های خودش دارای ریسک‌ها و به هر حال مشکلات و محدودیت‌های خاص خودش است. ریسک‌هایی که شما می‌فرمایید شاید یکی از ریسک‌های مهم ریسک امنیتی باشه در افغانستان، که شاید به همین دلیل باشه که ظرفیت‌های کامل رابطه اقتصادی بین ایران و افغانستان تا حالا بهره برداری نشده. فکر می‌کنید وقتی که چنین پروژه‌هایی افتتاح میشه چه اتفاقات دیگری در اطرافش می‌افته که به اقتصاد دو کشور کمک کنه فارغ از فقط تجارت؟ خب به نظر میاد که اگر این به اصطلاح مسیر ریلی به خوبی ازش استفاده بشه، با به هم پیوستگی دو کشور و همچنین بخصوص مناطق مرزی، و باید اذعان کرد که وابستگی اقتصادی این دو منطقه یا این دو کشور یا وابستگی بیشترشون باعث میشه که به هر حال احساس نیاز به هم دیگه بکنن و این احساس نیاز ممکنه تنش‌های احتمالی رو کاهش بده و البته دارای پیامدهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم خواهد بود، به این معنا که با رفت و آمد و با افزایش فعالیت‌های تجاری بین دو کشور به نظر میاد که اون مشکلات احتمالی که به هر حال وجود داشت و وجود داره تخفیف پیدا کنه، چون روابط همبستگی اقتصادی باعث میشه که مسائل اجتماعی بسیارش حل بشه، مسائل سیاسی تنش‌ها کاهش پیدا بکنه. اصولاً گسترش روابط بین ایران و افغانستان رو شما چگونه می‌بینید؟ خب این گسترش البته دارای مزیت‌های زیادی برای دو کشور هست. راه افغانستان می‌دونیم که به اصطلاح مسیر ریلی افغانستان زیر ساختاش چندان پیشرفته نیست و این می‌تونه نقطه آغازی باشه برای افغانستان که این شبکه ریلی به صورت مویرک گسترش پیدا بکنه در این کشور و به هر حال با این گشایش به جهان ظرفیت‌های جدیدی هم در افغانستان کشف بشه. از طرف ایران اگر نگاه بکنیم، بجز مسئله به اصطلاح عبور از این تحریم ها، میتونه کمک بکنه به ایران که ظرفیت‌های تجاریش رو نه تنها در زمینه‌هایی که الان وجود داره بلکه در آینده هم بخصوص در کمک به افغانستان برای توسعه زیرساختاش کمک بکنه. گفتگویی بود با احمد علوی تحلیلگر اقتصادی از امروز در جمهوری آذربایجان جشن پیروزی در جنگ با ارمنستان برگزار شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم حضور داشت. نزدیک به 3000 سرباز ارتش ترکیه در این مراسم کنار سربازان جمهوری آذربایجان رژه رفتند و پهپادهای ساخت ترکیه به نمایش درآمد. آقای اردوغان گفت اگر ارمنستان از آنچه در قره‌باغ رخ داد درس بگیرد، عصر جدیدی در منطقه آغاز خواهد شد. همزمان در ایروان پایتخت ارمنستان تجمعی در اعتراض به سیاست‌های نخست وزیر این کشور در برابر جمهوری آذربایجان برگزار شد. فرین آسمی گزارش می‌دهد. جشن پیروزی امروز در باکو با رژه نظامیان، جشنی که جمهوری آذربایجان برای پیروزی در جنگ 44 روزه بر ارمنستان در قره‌باغ تدارک دیده. این جشن یک مهمان ویژه هم داشت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، از حامیان اصلی جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان. در این رژه تانک‌ها و خودروهای ارمنستان که به دست ارتش جمهوری آذربایجان افتاده هم نمایش داده شد.
قبل از رژه نظامی، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و همتای ترک او بر مزار حیدر علیف رئیس جمهوری پیشین آذربایجان و پدر الهام علیف حاضر شدند و به او ادای احترام کردند. دمیشتر که آذربایجان تکدیل رجب طیب اردوغان پیام روشنی داد که مردم جمهوری آذربایجان را خوشحال کرد. برادرم اردوغان گفت که در این درگیری حق با آذربایجان بود. گفت باکو در این درگیری تنها نبود. ترکیه همیشه در کنار جمهوری آذربایجان ایستاده. این نشانه ای از دوستی و برادری ماست. حمایت سیاسی و معنوی ترکیه همه شهروندان آذربایجان را تحت تاثیر قرار داده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم خطاب به ارمنستان گفت که اگر این کشور از آنچه در قره‌باغ رخ داد درس بگیرد، عصر جدیدی در منطقه آغاز خواهد شد. قره‌باغ 30 سال انتظار کشید تا به سرزمین مادریش بپیوندد. حالا با تشکر از شما سربازان آذربایجانی این اتفاق افتاد. تبریک میگم. دست مادرانی که شما را بزرگ کردند و به خط مقدم فرستادند را میبوسم. آقای اردوغان که از حامیان اصلی جمهوری آذربایجان است، 21 سال پیش میانجیگری بین‌المللی بین دو رقیب را رد کرد و گفته بود روابط تنها زمانی باید برقرار شود که ارمنستان نیروهایش را از قره‌باغ بیرون ببرد. او پیش از سفر امروزش به باکو گفته بود پیروزی جمهوری آذربایجان در قره‌باغ روابط آنکارا و باکو را تقویت خواهد کرد. این هم تجمع اعتراضی دیروز در مقابل پارلمان در ایروان، پایتخت ارمنستان. هزاران نفر خواستار استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر هستند، چون معتقدند در مقابل جمهوری آذربایجان کوتاه آمده. ما خواستار استعفای نیکول خائن و دولتش هستیم، چون 44 روز ما رو فریب داد. تعداد زیادی بچه اونجا بود، حتی جسد کشتارا هم نتونست برگردونه. اسرا همونجا موندن. نیکول هیچ کدوم از مشکلات ما رو حل نکرده، فقط زمینای ما رو تقدیمشون کرد. جمهوری آذربایجان و ارمنستان با امضای توافقی حدود یک ماه پیش به جنگ بر سر منطقه قره‌باغ پایان دادند. ارمنستان ترکیه را به دخالت مستقیم در درگیری اخیرش با جمهوری آذربایجان متهم می‌کند و می‌گوید که این کشور به جنگ قره‌باغ نیروی نظامی فرستاده. هر دو طرف یکدیگر را به نقض قوانین بین‌المللی متهم می‌کنند. مرزهای مشترک دو کشور از سال 1993 زمانی که روابط دیپلماتیک میان ایروان و باکو قطع شد بسته است. فرین آسمی، بی بی سی. مهرداد فرهمند همکارم با ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. مهرداد، اگر که آقای اردوغان در این رژه امروز حضور داشت و گفتش که اگر ارمنستان از آنچه که در قره‌باغ رخ داد درس بگیره عصر جدیدی در منطقه آغاز خواهد شد، این عصر جدید چه خواهد بود؟ شاید منظور آقای اردوغان این استش که کلن در ارمنستان سیاست تغییر بخواد پیدا بکنه و ارمنستان بیاد و یک فصل تازهی در روابط خودش با ترکیه و جمهوری آذربایجان آغاز بکنه که شاید خیلی واقع بینانه به نظر نرسه، به خاطر اینکه این جنگی که اخیراً رخ داد میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان اصولاً کینه ها رو میان مردم این دو جمهوری بسیار تشدید کرده و همینطور کینه ارمنی ها رو نسبت به ترکیه بیش از گذشته بالا برده. کینه ایست که ریشه اون به کوچ اجباری و قتل عام ارمنی ها در بیش از 100 سال پیش برمیگرده و این احساسات که ارمنی ها نسبت به اون قتل عام داشتن در همین جنگ اخیر هم بروز پیدا میکرد. ولی این حرف آقای اردوغان در واقع حرفی بود از روی پیروزمندی. ما میتونیم مقایسهش کنیم این رو با حرفایی که در سالهای اول نخست وزیریش میزد، بیش از حدود مثلا همین 10 سال پیش آقای اردوغان داشت تلاش میکرد که با ارمنستان بتونه یک رابطه تازهی باز بکنه بدون اینکه این پایه این رابطه مانند حالا جنگ باشه و اون زمان گام‌های هم از هر دو طرف ارمنستان و ترکیه برداشته شد، اما در هر دو کشور به خصوص در ارمنستان نسبت به این گام‌ها بیشتر مقاومت شد تا در ترکیه، تا اینکه بعداً دو مرتبه وضع به همون روال گذشته برگشت و تا اینکه الان هم که می‌بینیم که خود آقای اردوغان
خودش رو همچون الهام علیوف پیروز این جنگی میبینه. دقیقا در این صحبت‌هایی که آقای اردوغان خیلی با لحن پیروزمندانه هم بیان میکنه، چه چیزی از بیم و امید خود او نهفته است در شرایط موجود؟ لحن آقای اردوغان لحن پیروزمندی است، یعنی در اون شاید بیم دیده نمیشه. الان تونسته آقای اردوغان به نوعی نفوذ و نفوذ مستقیم ترکیه، یعنی نفوذی رو که با حضور نظامی و نیروهای نظامی در واقع شکل میگیره، بر گستره ای از که مستقر بکنه که از یک سو لیبی است در غرب و در شرقش هم تا جمهوری آذربایجان. یعنی الان نیروهای نظامی ترکیه در این گستره حضور پیدا کردند، در لیبی هستند، در سوریه هستند، الان که به جمهوری آذربایجان هم آمدند، گرچه برای به جمهوری آذربایجان برای شرکت در رژه و جشن آمدند، و اما گفته میشد در طول جنگ اخیر قره‌باغ که پهپادهایی که ترکیه به آذری ها فروخته بود، هدایت اونها رو هم در دست افسران ترکیه گذاشته بود و این پهپادها هم نقش موثری در پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ اخیر قره‌باغ ایفا کردند. متشکرم از تو مرتضی فرهمند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رؤسای جمهوری ایران و افغانستان اولین خط آهن میان دو کشور را افتتاح کردند. رئیس جمهوری ترکیه برای تاکید بر اتحاد با جمهوری آذربایجان در جشن پیروزی باکو در جنگ قره‌باغ شرکت کرد. در ادامه برنامه، زندگی در شهر ووهان چین یک سال بعد از تشخیص اولین مورد ابتلا به کرونا در جهان. مقام‌های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته شدن یک خبرنگار به دست افراد مسلح ناشناس خبر دادند. مسئولیت قتل ملاله میوند را هنوز کسی به عهده نگرفته. خانم میوند فعال اجتماعی و تحلیلگر کریکت هم بود. این چندمین حمله مرگبار به روزنامه‌نگاران افغانستان در هفته‌های اخیر است. ذبیح الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل با ما هستن. آقای فرهنگ، آیا ما باید نگران حملات بیشتری باشیم بر خبرنگاران روزنامه‌نگاران افغان؟ آقای فرهنگ، صدای من رو فکر میکنم که صدای ارتباط ما فکر میکنم منم وصل شده. صدای من را اگر میشنوید سوالم رو تکرار میکنم، این که آیا ما باید نگران حملات بیشتری باشیم بر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان؟ با تأسف حملات هدفمند سبب میشه که بیشتر ما فعالان فعالان رسانی در افغانستان، فعالان حقوق بشر، کسانی که در حوزه جامعه مدنی کار میکنن را از دست بدیم. یکی از تاکتیک های خونبار تروریستی قطعه هدفمند است که امروز هم میوان در ولایت ننگرهار همراه با رانندش قربانی شدند. حملات هدفمند 31% کل تلفات 6 ماه نخست سال 2020 در افغانستان تشکیل می‌دهد. یعنی یکی از خونبارترین نوع تاکتیک های نظامی است که با تأسف عامل یا عاملان مشخص نیست، اما بیشترین رقم تلفات افراد غیر نظامی را سبب می شود و این نگرانی ها را بیشتر می کند. با تأسف دولت افغانستان هم عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان را بسیار کم مورد تعقیب قرار داد. مکانیزم های حمایتی از خواست های قربانیان جنگ هم ناکافی بودند. رسیدگی به پرونده های عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان برای قربانیان جنگ در افغانستان یک رویاست. بنابراین در بسیاری موارد وقتی تحقیق در مورد صورت میگرد، خانواده های قربانی از شروع تحقیق که اگر انجام شود اصلا خبر نیستند. بنابراین انتظار دارم که دولت افغانستان مبتنی بر خواست قربانیان جنگ باید در این زمینه عمل بکند. از جانب دیگر، چرا حملات علیه روزنامه‌نگاران، خبرنگاران در افغانستان مخصوصا افزایش پیدا کرده به این شکل هدفمند؟ خب در فضای جنگ یا ناامنی مثل یک شورزار است که در او هیچ چیزی نمی روید. در فضای جنگ اساسی‌ترین حقوق بشری شهروندان نقض می شوند. انتظار ما است که هر دو جانب برای ختم خشونت ها و ختم جنگ باید گام های اساسی را بردارند. اعلام آتش بس سراسری باید شود جانب هر دو، هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان، تا در فضای جنگ
که این هم حقوق بشری مردم افغانستان نقض میشه ما بتونیم جلوگیری بکنیم. بنابراین یک بحث است. بحث دیگر بحث فرهنگ معافیت است، فرهنگ آمرزیدن و بخشش در افغانستان است که هنوز هم ادامه دارد. هرگاه عاملان نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی و عاملان نقض حقوق بشر از با توجه به روندهای قانونی در افغانستان دستگیر شوند، پیگیری شوند، قضایایشان و در عین زمان اینا مجازات شوند، طبیعی است که اثر می‌گذارد بر بهبود وضعیت. آنچه که امروز جریان دارد ما شاهد تداوم خشونت‌ها هستیم، تداوم حمله بر خبرنگاران هستیم و فعالان حقوق بشر و فعالان رسانی در افغانستان با دشوارهای متعدد و متنوعی با تاسف روبرو هستند. متشکرم از شما ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل. شمار روزانه جان باختگان کرونا در آمریکا رکورد دیگری ثبت کرده. بیش از 3000 نفر تنها در یک شبانه روز جان باختند. مراکز درمانی در انتظار صدور مجوز نهایی تزریق واکسن فایزر از طرف سازمان غذا و داروی آمریکا هستند. همزمان در ایران وزیر بهداشت دوباره تاکید کرده که تحریم‌های آمریکا مانع خرید واکسن شده و گفته بعد از وقفه واقعی عاشورا هیچ قومی در چنین تنگنایی قرار نگرفته. این در حالی که رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته ایران هیچ مشکلی برای خرید واکسن ندارد. باران عباسی گزارش می‌دهد. خلیج سان فرانسیسکو، پایگاه گارد ساحلی، یکی از 16 مرکز آماده دریافت واکسن فایزر در آمریکا. بعد از تایید اولیه، پزشکان در انتظار صدور مجوز نهایی استفاده از واکسن. همزمان با ثبت رکوردی دیگر در کشوری که کرونا بیشترین قربانی را گرفته، مرگ بیش از 3000 نفر تنها در یک روز. نگاه ها اینجا به آغاز واکسیناسیون گسترده و رسیدن به مسئولیت دست جمعی است. با این حال احتمال آلرژیزا بودن واکسن فایزر نگرانی هایی ایجاد کرده. بعد از اینکه دو کارمند نظام درمانی بریتانیا به این واکسن حساسیت نشان دادند، کارشناسان اما میگویند چنین واکنش هایی نادر است. وقتی واکسیناسیون در ابعاد میلیونی انجام میشه، ممکنه عوارضی دیده بشه که هنگام آزمایش واکسن رو داوطلبان که چند هزار نفر بودن دیده نشده. حساسیت به این واکسن احتمالاً خیلی به ندرت دیده خواهد شد. مهم اینه که الان به این آگاهی دست پیدا کردیم و میدونیم کسانی که سابقه آلرژی شدید دارن باید مراقب باشن. در ایران سخنان زد و نقیض مقام ها درباره امکان واردات واکسن کرونا. بانک مرکزی میگوید تحریم ها درهای خرید واکسن را به روی ایران بسته. شرایطی که وزیر بهداشت با 1400 سال پیش و روایت بستن آب به روی امام سوم شیعیان مقایسه کرده. الان میخواییم برای واکسن پول حواله کنیم، تمام راه ها رو به ما بستن. من فکر نمی کنم بعد از یه خاک بر فرق من و تمثیل من، بعد از اتفاقی که در عاشورا برای حضرت ابو عبدالله و یارانش افتاد، چنین تنگنایی رو بر کشوری و بر قومی تحمیل کرده باشن که متاسفانه دارن بر این مردم و این سرزمین تحمیل میکنن. با این حال رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته هیچ مشکلی برای انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی وجود ندارد. امروز ما نیازهای داروی کشور را به طرق مختلف و حتی از شرکت‌های داروسازی آمریکایی، اروپایی و مواد اولیه ساز هندی، چین و روسی وارد می‌کنیم و در همه این معاملات هم ارز منتقل می‌شود. حالا نمی‌خوام بگم واکسنی که سازمان بهداشت جهانی تایید کرده یا نکرده، ممکن تایید نکرده باشه هنوز. حسن روحانی هم دیروز گفت واکسن یک کشور که به قول او مورد بحث بوده خریداری شده، اما نامی از این کشور نبرد. بعد از بریتانیا، کانادا هم واکسن فایزر را تایید کرده. کشوری که به گفته ائتلافی از بنیادهای خیریه 5 برابر جمعیتش واکسن کرونا سفارش داده. این یک نقطه عطف مهم در نبرد با کووید 19 و تلاش‌های ما برای واکسینه کردن همه کانادایی هاست. من به شهروندان کانادا اطمینان میدم که این واکسن بعد از بررسی‌های دقیق و اطمینان از منطبق بودن اون با استانداردهای بالای کانادا در ایمنی، کیفیت و تاثیرگذاری مورد تایید قرار گرفته. اما در بیشتر نقاط دنیا، حفظ فاصله فیزیکی و رعایت مقررات بهداشتی همچنان تنها راه مقابله با کرونا است. و مراقبت در بیمارستان تنها راه نجات برای بسیاری از مبتلایان. از جمله اینجا در مکزیک،
دانشجویان رشته هنر و طراحی و دیواری از قدردانی از کارکنان درمانی. در کشوری که چشم امید صدها هزار مبتلا به پزشکان و پرستاران دوخته شده. باران عباسی، بی بی سی. یک سال بعد از اینکه اولین موارد کرونا گزارش شد، شهر ووهان چین مرکز شیوع این همه‌گیری هنوز تلاش می‌کند تا به حال عادی برگردد. ماهاست که این شهر هیچ موردی از ابتلا گزارش نکرده. شورای شهر ووهان آنچه را که موفقیتشان در مبارزه با ویروس می‌نامند جشن می‌گیرد. اما ووهان چه تغییری کرده و زندگی برای مردم عادی چطور است؟ گزارش ببینیم از وینسنت نیل. میلیون ها نفر در ووهان به مدت 76 روز در قرنطینه عمومی زندگی کردند. نزدیک به 4000 نفر بر اثر کرونا جانشان را از دست دادند. 6 ماه پس از پایان تعطیلی در ووهان، شورای شهر نمایشگاهی به راه انداخته تا به مبارزه ایشان علیه کووید 19 ادای احترام کنند. به عنوان یه محلی فکر کنم باید نمایشگاه رو ببینم. شاخه محلی حزب کمونیست سفر ما رو ترتیب داد. چه احساسی دارین از دیدن نمایشگاه؟ خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم. این نمایشگاه به مدت 3 ماه از تلاش‌های دولت، کارکنان خط مقدم و داوطلبان تقدیر می‌کند. ژیا کیون از داوطلبانی بود که با کرونا جنگید، با کوتاه کردن موی کارکنان مشاغل ضروری. من 30 سال آرایشگرم. با یه سری از همکارام جمع شدیم تا موهای کادر درمانی و بقیه کارکنان خط مقدم رو بزنیم. من موی 2000 نفر رو زدم. خیلی از کادر درمانی مشکلات جدی عفونت پوست کف سر داشتن. گریه هم میگرفت. امضاهای روی این لباس محافظ مال کادر درمانی بیمارستان شیشنشانه. بعد از اصلاح روی لباس رو امضا می‌کردن. میشه گفت لباس جنگ منه. کار داوطلبانه ژیا در کاسبیش بسیار اثر گذاشته. بعد از کار داوطلبانم کاسبیم خیلی بهتر شد. مردم به خاطر داستان من میان اینجا. درآمدمون 30% بیشتر از سال پیش شده. اما روند بهبود برای همه راحت نبوده. 60 سنت فقط واسه 1 کیلو تربچه. 30 سنت بده همه رو ببرم. کار نیست. میرم خونه. 7 دلار امروز کاسب شدم. یک سال پس از آغاز همه‌گیری، ووهان هنوز تلاش می‌کند به وضعیت عادی برگردد. زخم‌های همه‌گیری عمیق است، اما فعلاً مردم سعی می‌کنند با آن کنار بیایند. می‌رسیم پایین این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.